کی گفته داشتن لایسنس اورجینال عربی تو ایران خیلی گرونه؟ من میخوام یه راهی رو بهت بگم که خیلی ارزونتر از این حرفا از لایسنس ادبی اورجینال استفاده کنیم. بریم تا بهت بگم. سلام دوستان، من نیروفر هستم و از کانال نیهان آرت استودیو همقدم با شما. به رسم قولی که تو ویدیو اولمون دادیم، میخوایم آموزشامون رو از نرم افزار معروف و فوق العاده کاربردی فتوشاپ شروع کنیم. تو این ویدیو همونجور که تو قلابم گفتم، میخوام یه راهی رو بهتون نشون بدم که لایسنس های اورجینال ادوبی رو سیستمتون فعال بکنید و کلا اینکه چجوری فتوشاپ رو نصب بکنید. در قدم اول ورژن کرک شده رو بهتون آموزش میدم که چجوری دانلود و نصب بکنید و بعدش هم میریم سراغ لایسنس های اورجینال. پس بریم سراغ سیستم ببینیم چه خبره. برای دانلود کردن فتوشاپ که حالا به اصطلاح کرک شده هست، شما وارد سایت soft98.ir میشین که سایت خیلی معروفیه، اکثر اپ های اندروید و ویندوز و iOS رو داره کرک شده که میتونید استفاده بکنید. ما اینجا وارد سایت soft98 میشیم و از قسمت سرچ نرم افزار ادوبی فتوشاپ رو سرچ میکنیم و دانلود میکنیم. در قسمت پایین اینجا پارت های دانلودش رو میتونیم ببینیم. دوستان یه نکته، حتما ستا پارت رو اول دانلود بکنید و بعد فایل ها رو اکسترکت بکنید. ما هر ستا فایل رو اینجا میذاریم برای دانلود. این فیلتر رو اگر دوست داشتید نصب بکنید، اگر دوست داشتید نصب نکنید. در آموزش های جلوتر بهش میرسیم. این فیلتریه که توی ورژن 2024 به فتوشاپ اضافه شده. بعد از اینکه فایل ها رو دانلود کردید، دوستان ستا پارته همینجور که اینو توی تصویر دارید میبینید، یه دونه از اینها رو که اکسترکت بکنید کافیه، خودش دوتای دیگر رو اکسترکت خواهد کرد. یعنی احتیاج نیست که دونه دونه ست ها رو اکسترکت کنید و هی ارور ریپلیس بهتون میده، چون فایل هایی که توی اینه یکیه، به نوعی اسمن یکیه. وقتی اکسترکت کردیم فایل رو باز میکنید و از اینجا این ست هاپ رو اجرا میکنید، ثبت میکنید تا باز بشه. دوستان تنها نکته ای که نصب فتوشاپ کرک شده داره اینه که در قسمت لنگویج شما باید لنگویج رو انگلیش و عربیه، اینی که دارید توی تصویر مشاهده میکنید، حتما قرار بدید، وگرنه توی تایپ فارسی، فونت های فارسی خیلی به مشکل برمی‌خورید و به هیچ عنوان دیفالت لوکیشن رو تغییر ندید. روی کانتینیو کلیک میکنیم و این شروع میکنه که فتوشاپ رو نصب بکنه. صبر بکنید تا این اینستالینگ این بالا تموم بشه. خب اینجا اینستال کامپلیت شد. شما اگه لانچ رو بزنید نرم افزار بلافاصله اجرا میکنه، اگر که فعلا کاری باش ندارید میتونید کلوز رو بزنید. دوستان بعد از اینکه حالا یا لانچ رو زدید یا کلوز رو زدید، دیگه روال نصب تموم شده و توی این ورژن های کرک شده شما کار دیگه لازم نیست انجام بدید. به محض اینکه برید و فتوشاپ رو اجرا بکنید، فتوشاپ براتون باز میشه همونجوری که روی صفحه دارید میبینید. به این صورت فتوشاپ براتون اجرا میشه. تو پارت دوم ویدیو قول داده بودم بهتون روشی رو بگم که لایسنس های ادوبی رو خیلی خیلی ارزون بتونید روی سیستمتون فعال بکنید. بریم ببینیم روال لایسنس اورجینال چجوریه. برای اینکه بتونید لایسنس های اورجینال ادوبی رو بگیرید، بروزرتون رو باز میکنید، همینجوری توی گوگل سرچ میکنید خرید لایسنس اورجینال ادوبی.
لینک اول ایرانی کارته که خب همه میشناسیمش، فروشگاه معتبریه. ولی من لینک دوم بهتون پیشنهاد میکنم که لایسنس مارکت هست و قیمتای خیلی به صرفه‌ای داره. خودتون برید تو سایت یه چرخی بزنید، کاملا به این قضیه ایمان میارید. وارد این لینک میشیم که حالا من اینجا بازش کردم. اینجا صفحه خرید اکانت Adobe Creative Cloud بر روی ایمیل شما هستش که این در واقع اکانت ها دو کاربر است، یعنی شما با یکی از دوستانتون یا همکارتون یا هر کسی، فامیل، اقوام، میتونید این رقم رو نصف بکنید. یعنی با ماهی تقریبا 350,000 تومان شما میتونید لایسنس های اوریجینال Adobe رو روی سیستمتون فعال کنید که هم 30 روزه داره هم 365 روزه و قابل سفارش هست. وقتی این رو به سبد خریدتون اضافه بکنید بهتون یه الارم میده، میگه که شما باید از ایمیلی استفاده بکنید که هیچ جا توی نرم افزارهایی که حالا کرک شده هستن، به خصوص برای مایکروسافت یا ادوبی، نباید ایمیلی رو استفاده کنید که قبلا استفاده کردید چون ممکنه لو برید. یه ایمیلی رو بدید که تا حالا باش کار خاصی نکردید، چه میدونم، یا ایمیل مثلا اقوام درجه یکی که خیلی مثلا در حد چک کردن ایمیل ازش استفاده میکنن و توی یه سایتی لاگینش نکردن، یا اگر همچین ایمیلی ندارید لطفا یه دونه ایمیل بسازید و با اون اقدام بکنید که وقتی تیک این در واقع نوتیفیکیشن رو بزنید و تایید رو بزنید، در ادامه وقتی شما به ثبت سفارش رو بزنید، اینجا ازتون اون ایمیلی رو میخواد که گفتم خیلی جای خاصی اکتیو نشده، حتما اون ایمیل رو اینجا وارد کردید. اگر قبلا توی این سایت حساب کاربری با ایمیل خودتون درست کردید اشکالی نداره، اما حواستون باشه موقع سفارش ایمیلی رو وارد بکنید که جاهای خاصی استفاده خاصی ازش نکرده باشید. و در نهایت به نهایی سازی سفارش رو میزنید، پول رو پرداخت میکنید و سفارشتون ثبت میشه. دوستان، صادر کردن این لایسنس یکم زمان بره. اگر که شما ثبت سفارش کردید و مثلا 10 ساعت 12 ساعت گذشت و ایمیلی براتون نیومد، نگران نشید. بعضا دیده شده که تا 3-4 روز همین پروسه طول کشیده، اما لایسنس براتون ایمیل میشه. وقتی که لایسنس براتون ایمیل شد، شما توی ایمیلتون یه همچین ایمیلی دریافت میکنید که معمولاً به زبان ترکیه بشناسید. وقتی ایمیل لایسنس براتون میاد پیداش بکنید، چون انگلیسی یا فارسی نیست. وقتی ایمیل رو باز بکنید و روی این گزینه آبی بزنید، ازتون ست پسورد میخواد. من الان این کار نمی کنم برای اینکه حساب من آلردی اکتیو شده است و ممکنه که براش مشکلاتی پیش بیاد، ولی روی این گزینه که بزنید دقیقا مثل صفحاتی که ازتون یه نیو پسورد و یه تکرار اون پسورد رو میخواد، یه همچین صفحه باز میشه. شما پسوردتون رو میزنید و تکرارش هم میزنید و اون دکمه سابمیت پایینش رو که به زبان ترکیه احتمالا نوشته میزنید و پسوردتون ست میشه. قدم بعدی که باید انجام بدید این که دوباره وارد گوگل بشید و سرچ بکنید Download Adobe Creative Cloud. برنامه Adobe Creative Cloud رو باید دانلود بکنید. از سایت خود Adobe هم دانلود بکنید، چون شما لایسنس اورجینال دارید و نیازی به اپلیکیشن های کرک شده ندارید. بعد سرچ بکنید، هر دوتا لینک اول برای سایت Adobe Creative Cloud فرقی نمیکنه، از هر کدومش که کلیک بکنید در واقع این دوتا سایت براتون باز میشه و شما میتونید Download Creative Cloud رو بزنید و اپش رو دانلود بکنید. لوگوی اپش یه همچین لوگوییه اینه. وقتی که این برنامه رو دانلود کردید و نصب کردید، از اینجا شما گزینه ساین این دارید. حالا من چون لاگین هم و میگم چون ما تو ایرانیم و ممکنه 1000 تا اتفاق برای اکانت همون بیفته، من اینو نمیتونم ساین اوت کنم و بهتون نشون بدم به خاطر حالا ریسکاش.
ولی شما اینجا یه گزینه ساین این دارید که اون ایمیل رو که در واقع دوستان لایسنس مارکت براتون اکتیو کردن و پسوردی که خودتون سیف کردید رو وارد میکنید و به راحتی مثل یه لاگین جیمیل وارد میشید. وقتی وارد شدید اینجا براتون اپلیکیشن های ادوبی نمایش داده میشه. همونجوری که میبینید من الان برای نمونه فقط فتوشاپ رو پاک کردم که دوباره دانلود بکنم براتون توی این ویدیو. همونجوری که میبینید ایلوستریتور، این دیزاین، لایت روم، پریمیر، افتر، بریج، لایت روم کلاسیک، آدیشن، مدیا اینکودر، اینکوپی و کامرا همشون روی سیستم من نصب و آپدیت هستن. دوستان نکته خوب این در واقع متد اینه که هر آپدیتی برای هر کدوم این نرم افزارها بیاد اتومات مثل گوشیاتون چجوریه که مثلا گوگل پلی بهتون نوتیفیکیشن میده میگه فلان اپلیکیشنی که روی گوشی شماست آپدیت داره، روی ویندوز شما بهتون نوتیفیکیشن میده میگه مثلا ایلستریتور شما آپدیت داره، میخوای آپدیت بکنی یا نه، که به راحتی شما میتونید آپدیت رو انجام بدید. حالا این قسمت در واقع اینجا نوشته Available in your plan، در واقع اپلیکیشن هایی هستش که برای شما اجازه استفادهش داده میشه وقتی اون ایمیلتون اکتیو میشه. اگر روی هر کدوم اینا برید و اینستال رو بزنید این خودش شروع میکنه به نصب کردن، دانلود کردن و نصب کردن اون نرم افزار روی سیستم شما. صبر باید بکنید تا این دانلود و نصب بشه که چون نرم افزار اورجیناله معمولا زمان بر هستش. خب دوستان همونجور که رو صفحه دارید میبینید بالاخره فتوشاپ دانلود شد و در حال نصبه. همونجور که میبینید اینجا داره میچرخه و داره نصب میشه. خب دوستان این هم از طریق این نصب فتوشاپ های کرک شده و لایسنس های اورجینال ادوبی که در واقع لایسنس های اورجینال رو برای تمام در واقع نرم افزارهای ادوبی میتونید استفاده بکنید و اگر این لایسنس رو بخرید تمام نرم افزارهای ادوبی براتون به صورت اورجینال باز میشه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. آیدی و کلای ارتباطی با من توی کپشن هست. هر جا توی مسیر نصب گیر کردید یه سوالی براتون پیش اومد حتما ازم بپرسید، با جون و دل جواب میدم. و اینکه مرسی که ما رو لایک میکنید، سابسکرایب میکنید و با ما هستید.